15 فروردین ماه 1348 برابر با 16 محرم 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا. این هدف مسئله را نباه می کند. من برای اینکه فلان مومن خوشحال بشود در حضورش غیبت می کنم، چون از غیبت خیلی خوشش میاد و می گوید آقا گناه داری مرتکب میشی. می گوید نه آقا، هدف من مقدسه. من که غیبت می کنم می خواهم که او را سرگرم کرده باشم، می خواهم خوشحالش کرده باشم. بالاتر این مثال مرحوم حاجی نوری ذکر می کند. آقا یه کسی یه زن بیگانه رو می گیرد می بوسد، آقا حرام است، چرا این کارو میکنی؟ میگن من به این کار خانم خوشحال کردم، ادخال سرور است. میگن به زنا هم میشود گفت، به شراب هم میشود گفت، به لباس هم میشود گفت. میگه این چه وایوایی، این چه حرف شریعت خراب کنی است که از هر وسیله جایز است برای گرگندن امام حسین استفاده کرد. به خدا قسم بر امام حسین شهید شد که اسلام بالا برود و اشهد ان قد اقمت الصلاه و اعطیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن برای من نقل کرد که یک سفری من میرفتم خراسان، پیاده میرفتم در جوانی از راه کبیر میرفتم. یه موقع نمیدونم محرم بوده چه بوده، در یکی از جهات نزدیک نیشابور و تربت و اینجاها رو به اسم میبرد، اسم جایی نمیدونم که در همون حدودها بوده. شب اونجا مجلسی بود و مسجد بود، من چون جایی نداشتم چون مسجد رفت. یه مردی آمد اونجا پیش نمازی کرد، مردم نماز خوند، بعد رفت منبر برای مردم صحبت بکند. من دیدم که فراش مسجد اونجا حاجی نقل میکنه به حاجی نوری از این مرد یزدین و عالم یزدین. گفت یه وقت من با کمال تعجب دیدم که فراش مسجد یک دامن سنگ آورد بالای منبر تحویل این آقا داد. حیرت کردم برایش. تا رسید به روزه و گریز دست با چراغا رو خاموش کردن. چراغا رو خاموش کردن بعد من دیدم شروع شد به سنگ پرندن به مثال اون. هی زد 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 فریاد، آخ سرم، آخ دستم، آخ سینم، بلند شد گنگا شد. بعد چراغا رو آوردن، دیدم بعد سرها مجروح شده، کله ها باز کرده، مردم در حالی که اشکشون میریزد آمدن بیرون. رفتم سراغ این، گفتم آقا این چی کاری بود کردی؟ که من امتحان کردم اینا با این روزه گریانه میکنن، چون از گریه کردن داره امام حسین اجر زیادی دارد، ثواب زیادی دارد، و من دیدم راهش منحصره که با این سنگ کله اینها بزنم، از این راه دارم اینها رو میگردونم. چون هدف و وسیله رو نباه میکنه دیگه. هدف گریه بر امام حسین است، ولو اینکه یه دامن سنگ به کله مردم آدم بزنم. پس این یک عامل خصوصی بوده است در این قضیه که دخالت داشته است در این جعل ها و در این تحریف ها. و اینها بوده است که انسان وقتی که در تاریخ نگاه می کند می بیند که به سر این حادثه چه ها آورده است، چه ها آورده است. به خدا قسم هر تهاجی هر فراسی میگوید امروز اگر کسی بخواد بر امام حسین بگرید، در این مصیبت هاش باید بگرید، در این تحریف ها باید بگرید، در این مسخ ها باید بگرید، در این دروغ ها باید بگرید، در اینها باید بگرید. کتابی معروف به نام روضة الشهدا مال ملا حسین کاشفی که دیشب عرض کردم، حاجی فرموده بود بگیم که این داستان زعفر جنی و داستان عیسی قاسم اول بار در کتاب این مرد است. من این کتاب حقیقت دیده بودم، خیال بکردم درش یکی دو تا از حرف هست. بعد این کتاب را که به کتاب به فارسی هم هست در 500 سال پیش تقریبا تعلیف شده است، ملا حسین کاشفی مردی که واعظ هم هست، اتفاقا مرد با سوادی هم بوده است. این دیگه انساس کتاب هایی هم دارد، صاحب همین انوار شهیدی کلمه دلنه، صاحب انوار سهلی خیلی اداره پردازی کرده، میگن این چیز هم خراب کرده که لیده من رو بحرال نده و سواده بوده. این تاریخ که آدم میخوند معلوم نیست که این شیعه بوده یا سنی، و میتونی که اساسا یه مرد بو قلمی صفتی هم بوده تو شیعه ها میرفته خودش یه شیعه صد درصد متسلیبی نشون میداده، تو سنی ها میرفته خودش هنفی نشون میداده. گاه اصل اهل بیهق سبزوار است،
صد زبان مرکز تشیع بوده است و مردم هم فوق العاده متأثر در تشیع. اینجا که توی صد زباری ها بود دیگه یک شیعه صد درصد شیعه بود که توی شیعه بعد میرد هرات میگه شوهر و خواهر عبدالرحمن جانی بود یا با جناب او اونجا که میرد با سنی بود از کنم در روش عرف سنن بود. این مرد واعظ هم بوده است چون در صد زبار بود ذکر مصیبت میکرد و این مرد کتابی نوشته است به فارسی. اولین کتابی که در مرثیه به فارسی نوشته شده است همین کتاب روزت الشهدا است که در 500 سال پیش نوشته شده چون وفات این کاشفی در 910 بوده است اوایل قرن دهم. این کتاب یا در اواخر قرن نهم هجری نوشته شده است یا اوایل قرن دهم تقریبا در حدود 500 سال میشه. قبل از این کتاب مردم به منابع اصلی مراجعه می کردن. هم داری شیخ مفید رضوان الله علیه ارشاد رو نوشته است. این ارشاد رو چقدر این مرد متقن نوشته است. ما اگر به ارشاد شیخ مفید خودمون مراجعه بکنیم احتیاج به جای دیگه نداریم. تواریخ اهل تسنن طبری نوشته است، ابن عثیر نوشته است، یعقوبی نوشته است، ابن عساکر نوشته است، خارجی نوشته است، همه نوشته است. این بی‌انصاف من نمی‌دونم چه کرده است. من وقتی این کتاب را خوندم دیدم حتی اسم حج علی یعنی تو اصحاب امام حسین اسمهایی رو می‌برد اصلا که آدمه وجود نداشت. تو دشمنه ها اسمهایی می‌برد که همه جعلی داستانه ها را به شکل افسانه در آورده است. حالا ببینید این کتاب چون اولین کتابی بود به زبان فارسی نوشته شد آنها که اغلب بی سواد بودن به کتابای عربی که مراجعه نمی کردن همین کتاب رو می گرفتن از رو می خوندن در مجاله. اینه که امروز مجلس عزاداری امام حسین به ما می گیم روزخانی در زمان امام حسین که روزخانی نمی گفتن، در زمان حضرت صادق هم که روزخانی نمی گفتن، در زمان امام حسن عسکری هم که روزخانی نمی گفتن، بعد ما در زمان سید مرتضی هم که روزخانی نمی گفتن، در زمان خواجه نصیر الدین طوسی هم که روزخانی نمی گفتن. از 500 سال پیش دوری طرف اسمش شده روزخانی. روزخانی یعنی خوندن کتاب روزت الشهدا. اون همین کتاب درو از وقتی که این کتاب به دست بارها افتاد دیگه تاریخ واقعی امام حسین به کسی مطالعه نکرد و شد افسانه سازی روزت الشهدا خوندن. ما شدیم روزخون یعنی روزت الشهدا خون یعنی افسانه ها رو نقل کردن و به تاریخ امام حسین توجه نکردن. به وزادت تنبور نغمت اخرى بعد در 600-700 سال پیش مرور به لاغه دربندی پیدا شد. تمام حرفای روزت الشهده را به اضافه یک چیزهای دیگر پیدا کرد همه را یه جا جمع کرد که بکن واویلا واویلا واقعا به اسلام باید گریست. از این رو نمیشن نمیشن. ما در درس مرور عاشق عبدالحسین تهرانی بودیم که مرد بسیار بزرگواری بوده است. استاد خواهی حاجی مونی ما از محضر ایشان استفاده می کردیم. یک سید روزخان علیه الله آمد یک کتاب مکتب ایشان نشان داد که ایشان ببینن معتبر هست یا معتبر نیست. این کتاب نه اول داشت نه آخر، فقط یک داشت نرسته بود که تعلیق فلان مله جبل آلوی از شاگردن صاحب معلم است. مریم عاشق عبدالحسین کتاب رو جریب مطالعه کند. اولا در احوال اون عالم نگاه کرد دید همچه کتاب بنامه من بشتن. ثانیا خود کتاب مطالعه کرد دید مملوب و از اکاذیب است. بود سید گفت آقا این کتاب همش دروغ است، مبادا این کتاب رو بیرون بیاری یا از این کتاب چیزی نقل بکنی که جایز نیست و اساسا این کتاب مال این عالم نیست، مطالبشون همه دروغ است. حاضر این مثل همین کتاب دست صاحب اصحاب شهدا افتاد از اول تا آخر شنار. اینها آقا جریه دارد، خدا میداند جریه دارد. این حکایت رو باز برایتون نقل بکنم. تأثر آور است. باید ایشان نقل میکنن نویتن یه مردی رفت پیش مرحوم صاحب مقامه مرحوم آقا محمد علی پسر مرحوم وحید بهبهانی که ظاهرا جد این آقایان آل آقا مرد بزرگی بوده است، پدر و پسر در کرمانشاه بوده. مرحوم آقا محمد علی در کرمانشاه آمد و خیلی هم نفوذ و اقتدار پیدا کرد. یه مردی آمد خدمت ایشان گفت من دیشب خواب وحشتناکی دیدم. گفت چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که به این دندانهای خودم گوشتهای بدن امام حسین علیه السلام رو دارم میکنم.
این مرد عالم لرزید، سرش پایین انداخت، مدت فکر کرد، گفت شاید تو مرسیه خان هستی؟ گفت بله آقا. گفت دیگه بعد از این یا اساسا ترک بکن مرسیه خانی را، یا از کتابها و معتبر نهد. تو با این دروغ ها بیشت بدن امام حسین رو داری با این دندان های خودت میتنی. این لطف خدا بوده که لاقل در این رؤیا به تو نشون بده. آقا دیشب عرض کردم اگر کسی تاریخ عاشورا را بخواند میبیند از زنده ترین تاریخ هاست و از مسند ترین تاریخ هاست و از سرمنبع ترین تاریخ هاست. ما احتیاجی نداریم. حالا گذشته از این که از دروغ جعل کردن کار غلطی هست، احتیاجی نیست. اینقدر راست هست که همونها را اگر بگیم کافیست. مرحوم آخوند خراسانی میگفت اینهایی که دنبال هم روزه نیو نشنیده میرن دارن روزه های راست را پیدا کنن که اینها را احدی نشنیده است. به این طور هست. دیشب عرض کردم باز خطبه هایی که امام حسین در مکه، در حجاز به طور کلی، در بین راه، در کربلا خونده است، خطابه هایی که اصحابش خونده است، جواب سوال هایی که با حضرت شده است، نامه هایی که میان ایشان و دیگران مبادله شده است، نامه هایی که میان خود و دشمنان مبادله شده است، علاوه بر کسانی که حاضر وقعه عاشورا بودند و اینها چه از دشمنها و چه از دوستان بعد نقل کردن، دو سه نفر سه چهار نفر از دوستان امام حسین بودن که اینها زنده به سر جون به سلامت میرون بردن. از جمله غلامیست به نام عقبت ابن سمعان یا عقبت ابن سمعان و این مرد از مکه همراه امام بود و این وقایع نگار قضیه کربلا بوده است. از لشکریان ابا عبدالله در روز عاشورا گرفتار شد ولی چون گفت فلانم آزادش کردن که این مرد وقایع نوشته است. مرد دیگرش به نام حمید بن مسلم ولی از وقایع نگار لشکر عمر سعد بوده است. اینم نوشته است. دیگران که حاضر وقعه بودن نوشتن. یکی از حاضرین وقعه شخص امام زین العابدین علیه السلام است. ایشون خودشون از حاضرین وقعه بودن، تمام جزئیات از اول تا آخر بودن، همه قضایا رو نقل کردن. نقطه ابهامی در تاریخ امام حسین وجود ندارد که باز متاسفانه یک داستان جعلی و تحریفی درباره امام زین العابدین هست که حاجی نوری نقل میکنه. بنم اشاره بکنم، معمولا میگن که در روز عاشورا در وقتی که هیچ کس برای ابا عبدالله نمون، حضرت رفتن به خیمه امام زین العابدین برای خداحافظی. اون وقت حضرت امام زین العابدین فرمود پدر جان کار شما به این مردم به کجا کشید؟ یعنی اصلا تا اون وقت اینا میگن امام زین العابدین بی خبر بوده. فرمود پسر جان به جنگ کشید. عجب جنگ واقع شد، بله جنگ واقع شد. خوب یکی یکی اصحاب را یاد کرد. حبیب ابن مظهر چطور شد؟ حمید قتل. زهر ابن القیم چطور شد؟ قتل. برای ابن خزیز چطور شد؟ قتل. هرچی از اصحاب اسمید رو کشته شد. بعد بنی هاشم فاطم ابن الحسن چطور شد؟ قتل. برادرم علی اکبر چطور شد؟ قتل. امویم ابوالفضل. آقا این جعل است، دروغ. امام زین العابدین که علی عزب الله اینقدر مرید بیهوش نبود اونجا که اصلا نفهمه چه گذشته است. حتی حرکت کرد، اونو که تاریخ می‌نویسد در همون حال امام حرکت کرد، از عمش خواست فرمود عصای منو با یک شمشیر بیار. خود حضرت قرار بود یکی از کسانی که حاضر واقعه بوده است و نقل کرده از شخص امام زین العابدین علیه السلام. پس بیایم آقا توبه کنیم، واقعا باید توبه کنیم. بیایم این جنایت و خیانتی که نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارش و یارانش و خانوانش مرتکب میشیم، همه افتخارات اینها را از دیگر میبریم. بیایم توبه بکنیم و پس از این زور دیگری باشیم که از این مقصد تربیتی استفاده بکنیم. چه کسی در زندگی عباس ابن علی همونطوری که مقاتل معتبر نوشتن وجود دارد؟ اگر نبود برای ابوالفضل جز همین یک افتخار، همین یک افتخار،
با عبدالفضل کسی قبلا کاری نداشت، با هیچ کسی از امام حسین کاری نداشت. خود امام حسین هم فرمود فقط اونها با من کار دارن و اگر منو بکشن به هیچ کسی دیگه کاری ندارن. وقتی که شمر ابن زلجوشن از کوفه میخواد حرکت بکند بیاد به کربلا، یکی از حضاری که در اونجا بود که خیشاوندی از طرف مادر داشت، او اظهار کرد به ابن زیاد که ما بعضی از خیشاوندان مادری ما همراه حسین ابن علی هست، خواهش میکنم امان نامه‌ای برای اونها بنویسید. ابن زیاد هم نوشت. شمر خودش هم در یک فاصله دور، یعنی از قبیله‌ای بود که قبیله ام البنین با اونها نسبت داشتن، این پیام را شخص او آورد در عصر عاشورا. حالا ببینید شما عظمت را ببینید، ادب را ببینید. این مرد پلید آمد کنار خیمه حسین ابن علی علیه السلام، فریادش بلند کرد: ای نبنو اختنا، ای نبنو اختنا، خواهرزادگان ما کجا هستند؟ خواهرزادگان ما کجا هستند؟ ابوالفضل نشسته بود در حضور ابا عبدالله، برادرانش همه اونجا بودن، یک کلمه جواب ندادن، اصلا جوابش ندادن. تا امام فرمود که عجیبو به این کان فاسقن، جوابش رو بدید، هر چند آداب فاسقی. آقا که اجازه داد جواب دادن، آمدن گفتن ما تقیم چی بودی؟ مژده‌ای برای شما آوردم، بشارتی برای شما آوردم، از امیر عبیدالله برای شما امان آوردم، شما آزادی الان که برید جنب سلامت میدن. گفتن خفه شد، خدا تو را لعنت کند به اون امیر ابن زیاد و اون امان نامه ای که تو آورد. ما امام خودمون، برادر خودمون به اینجا رها میکنیم به وجود این که ما تعمیم داریم در شب عاشورا. اما کسی که اعلام یاری کرد نسبت به ابا عبدالله، همین برادر رسولش ابوالفضل. ابوالفضل بگذاریم از این مبالغات احمقانهی که میکنن، ولی اون چه که مسلم است در تاریخ، بسیار رشید، بسیار شجاع، بسیار جلیل، بسیار بلند قد و خوشرو زیبا، و کان یدعا قمر بنی هاشم، که او را ماه بنی هاشم لقب داده بودند. اینها حقیقت است، اینها حقیقت است. شجاعتش البته از علی به ارث برده، داستان مادرش حقیقت است که علی فرمود به عزیز برادرش: عزیز، زنی برای من انتخاب کن که ولدت هل سهوله، یعنی از شجاعان به دنیا آمده باشد. عقیل ام البنین رو انتخاب بکند، بگوید این همون زنیست که تو میخواهی. لکل دلی فارسان شجاعا، دلم میخواد از اون زن فرزند شجاع و دلیل به دنیا بیاد. تا این مقدر حقیقه آرزوی علی در ابوالفضل تحقق بیاد. روز عاشورا می شود، بنابر یکی از دو روایت ابوالفضل میاد جلو، عرض می کند: برادر جان، به من هم اجازه بفرمایید، این سینه من دیگه تنگ شده است، دیگه طاقت نمی آورم، می خواهم هر چه زودتر جان خودم رو قربان شما بکنم. من می دانم روی چه مصلحتی، خوب ابا عبدالله بهتر بداند. می دانم فرمود: برادرم، حالا که میخواهی بروی پس برو، بلکه بتوانی مقدار آب برای فرزندان من بیاوری. این دم عرض کنم لقب سقا آباور قبلا به امام حضرت ابوالفضل داده شده بود، که یک نوبت یا دو نوبت دیگر در شبهای پیش ابوالفضل توانسته بود برود صف دشمن رو بشکافد و برای اطفال ابا عبدالله آب بیاورد. اینجا نیست که سه شبانه روز آب نخورده باشند، نه، سه شبانه روز نیست که ممنون بودن، ولی در این خلال توانستن یکی دو بار آب تهیه کنن، از جمله در شب عاشورا تهیه کردن، حتی غسل کردن بدنهای خودشون رو شستشو دادن. فرمود: چشم. حالا ببینید چقدر منظره با شکوهی، چقدر عظمت هست،
چقدر شجاعت است، چقدر دلاوری، چقدر انسانیت است، چقدر شرف است، چقدر معرفت است، چقدر فداکاری. یک تن خودش رو به این جمعیت میزند، مجبور کسانی که کنار این دور این آب رو گرفته بودن 4000 نفر نوشتن، خودش رو وارد شیعه فرات میکند، حتی خودش رو داخل آب میبرد. این به همه نوشتن، اول مشتی که همراه دارد پر از آب میکند، بدوش میگیرد، تشنه، حالا گرم است، جنگیده است، همینطوری که سوار است و از توی آب تا زیر شکم است را آب گرفته، دست میبرد زیر آب، مقدار آب با دمشت خودش تا نزدیک لبهای مقدس میآورد. اونهایی که ناظر بودن از دور گفتن یه اندکی تأمل کرد، بعد دیدیم آب نخورده بیرون آمد، آبها رو روی آب دید. اونجا کسی ندانه چرا عبدالقادر آب نیاشامید، اما وقتی بیرون آمد یه رجزی خورد که در اون رجز مخاطب خودش بود نه دیگران. از اون رجز فهمیدن چرا آب نیاشامید، دیدن در رجزش داره خودش به خطاب میکند، میگوید یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هذا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی، هیهات ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقینی. اهی نفس عبدالفضل میخوام دیگه بعد از حسین زنده نمانی، حسین دارد شربت مرگ می نوشد، حسین باید تشنه بر کنار خیمه های استاده باشد و تو می خواهی آب بیاشامی. پس مردانگی خدا رفت، پس شرف خدا رفت، پس مواسات خدا رفت، پس همزنی خدا رفت. مگر حسین امام تو نیست؟ مگر تو معمول او نیستی؟ مگر تو تابع او نیستی؟ آقا حسین شارب المنین و تشربین بارد المعین، هیهات هیهات. هرگز دین من به من اجازه نمیدهد، هرگز وفای من به من اجازه نمیدهد. عبدالفضل برگشتن در مسیر خودش رو عوض کرد، از داخل نخلستان ها خواست برگردد، قبلا از راه مستقیم آمده بود، از اینجا آمد که میدونید همراه خودش امانت گرنبه ها دارد، تمام همتش این است این آب رو به سلامت برساند، برای این که مبادا تیر بیاد و اون تیر به این مشک برسد و آبها بریزد و نتواند به هدف خودش نائل شود. از توی نخلستان زد. در همین حاضر یک مرتبه دیدن رجز عبدالفضل عوض شد، معلوم شد حادثه تازه این پیش آمده. فریاد زد والله لو قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی، گفت به خدا قسم اگر دست راست منم ببرید من دست از دامن حسین بر نمیدارم. تونی نکشید رجز عوض شد، یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، قد قطعو به بقیهم یساری. در این رجز فهمون که دست چپشم بریده شده است، اینجور نوشتن با اون هنر فروچیتی که وجود داشته است و هر زحمت بود این مشک آب رو چرخون و خودش رو انداخت روی او. دیگه من نمیگم چه حادثه ای پیش آمد، چون خیلی دلسوز است، ولی اشعاری مال مادرش ام البنین که شب تاسوعا معمول است ذکر مصیبت این مرد بزرگ می شود، اون رو عرض می کنم. ام البنین مادر حضرت عبدالفضل در حادثه کربلا زنده بود، ولی در کربلا نبود، در مدینه بود. در مدینه بود که خبر بهش رسید در حادثه کربلا قضایا به کجا ختم شد و هر 4 پسر تو شهید شدند. این بود زن بزرگوار می آمد در بقیع سر قبرستان، اینجا برای فرزندان خودش نوحه سرایی می کرد. نوشتن اینقدر نوحه سرایی این زن دردناک بود که هر که می آمد گریه می کرد، حتی مروان حکم که از دشمن ترین دشمن آمد. این زن گاهی در نوحه سرایی خودش همه بچه هاش یاد می کند،
ولی بالخصوص ارشد فرزندانش عبدالفضل هم از نظر سنی ارشد بود، هم از نظر کمالات جسمی و روحی ارشد فرزندانش. من یکی از مرثیه‌ای که از این زن به خاطر دارم برای شما میخوانم. در اون مرثیه های جنسوز خودش به طور کلی عرب ها مرثیه را خیلی جنسوز میخوانند. در این مرثیه جنسوز خودش این مادر داغدار راهی اینجور میخوانند: بید یا من را العباس کر علا جماهیهم نقد و براهم ابناء حیدر کل لیسن دی لبد انبعت و اندنی اصید برأسه مقتوع ید ویلی على شبلی امال برأسه ورد العمد لو کان صوفک فی یدیت لما دما من تاهد. میگه ای چشم ناظر، ای چشمی که در کربلا بودی و اون مناظر رو میدیدی، ای کسی که در کربلا بودی و میدیدی، ای کسی که اون لحظه رو تماشا کردی که شیر بچه من عبدالفضل از جلو شیر بچگان دیگر من پشت سرش بر این جماعت پست حمله برده بودند، ای چنین شخصی، ای حاضر وقعی کربلا، برای من یه قضیه نقل کردم، من نمیدونم راسته یا دروغه. آیا راسته؟ به من اینجور گفتن در وقتی که دسته های بچه من بریده بود عمود آهنین به فرق فرزند عزیز من وارد شد. آیا راسته؟ ویلی علا شبلی امال براسهی و ضرب العمد. بعد میگه عبدالفضل فرزند عزیزم من خودم میدونم که اگر دست میداشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو بشود. این که آمدن چنین جسارتی کردن برای این بود که دسته های تو از بدن بریده شده بود. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. هشتم فروردین ماه 1348 برابر با نهم محرم 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين